من امروز اول گفتگومو با از یک کتابی شروع میکنم به نام Technology and Social Change. یکی از بهترین کتابایی که نوشته شده راجع به رابطه تکنولوژی با تغییراتی که در جامعه و در کالچر به وجود میاد. حالا چرا این کتاب رو من از ابتدای این کورس انتخاب کرده بودم که این بخشش رو به اصطلاح باز بکنم، بحث رو باز بکنم اینجا؟ به دلیل اینکه اگر یادتون باشه هفته گذشته ما گفتگومون به اینجا رسید که گفتیم We have to set our priority right. دوباره این موضوع رو من عمدن توضیح میدم به دلیل اینکه یه خانومی رو دیدم بیرون، گفتن که دکتر فردی که این کلاس تموم میشه و کلاس بعدی شروع میشه. گفتم چطور؟ گفتش که من نمیام الان این کلاس رو، برای اینکه زندگی من اینقدر ساده است دیگه از این ساده تر نمیتونم بکنم. بعد من متوجه شدم که احتمالا برداشت ایشون این بود که هر کسی که زندگیش یه بدروم داشته باشه و ماشینش هم از این فیاتای کوچولو باشه و اینا ساده زیسته. من بارها و بارها تو این کلاس تأکید کردم ساده زیستی بیشتر از اون چی که به مدل زندگی ما ربط داره داشته باشه به ذهنیت ما و به استرسی که از نداشته هامون تجربه میکنیم ربط داره. بنابراین ساده زیستی is a way of living regardless of what we have or what we don't have. بعد متوجه شدم که شاید دوباره لازمه که ما رو این مسئله set your priority right دست بذاریم. بارها من تو این کلاس اشاره کردم، گفتم برای یه فردی که هیچ نوع استرسی نداره از advanced تکنولوژی و لاکشری دنیا استفاده کنه و استفادهش برای جویی که خودش میبره و استفادهش برای ایجاد یک فاصله طبقاتی با انسانهای دیگه و دامیننس اونها نیست، مثلا یه انسان ساده زیست میتونه باشه، حالا تو هر نوع امکاناتی که میخواد زندگی کنه زندگی کنه. فقط کلید این بود که اون وقتی که ما استرس آت میکنیم خودمونو برای به دست آوردن چیزهایی که ما رو جز طبقه ممتاز میکنه و این ممتاز بودن یعنی دادن قدرت به ما برای تسلط بر دیگران یا دامیننس دیگران، فقط رو این تعریف ما با هم باید توافق و تفاهم داشته باشیم. حالا هومورک دفعه پیش شما این بود که گفتیم اگر اولویت ها رو درست تنظیم کنیم اون وقت راه پیدا میکنیم برای اینکه چگونه زندگی کنیم که کمترین استرس رو داشته باشیم. کیا این لیست اولویت هاشون رو کار کردن روش؟ ما تو دبیرستان که بودیم یه معلم آذری داشتیم که مثلا یه موقع میگفت که این مسائل 5 تا مسئله میداد، میگفت اینا رو کی حل کرده و اینا همشون مثل شما دستی بالا نمیان. بعد میگفت په تیاتر میان. حالا شما اینجا تیاتر میگم. بفرم. من فکر میکنم هر انسانی اگر درست بخواد فکر بکنه اولویت‌هاش همیشه همراهشه، یعنی چیزی نیست که بخواد راجبش فکر بکنه، یعنی باهاش زندگی میکنه. اوکی. ارزش‌هاش و معیارهاش تو زندگی تغییر پذیر هست. ارزش ها رو بیشتر کاری ندارم، تا درسته که اولویت ها با ارزش ها گره میخوره، ولی اولویت ها مثلا به عنوان مثال
یکی میگه من اولویتم اینه که یه ماشین کهنه زیر پام باشه ولی که توی منطقه خوش آب و هوا زندگی کنم. یکی میگه اولویت من اینه که مصاف نمیدونم خونه خوب نداشته باشم، ماشین خوب نداشته باشم، اما برم دنیا رو بگردم. یکی میگه من اولویتم اینه که این مادر پدرهای ایرانی این حرف رو زیاد میزنن، فرش زیر پامو بفروشم، بچه‌مو بفرستم دانشگاه. وقتی من از اولویت ها حرف میزنم اینو دارم میگم که اون چیزایی که به خاطرش حاضری سکریفایز کنی چه چیزاییه؟ هممون یه لیست اولویت ها رو داریم دیگه. من همینو میخوام بگم که همه انسان ها این لیست رو دارن با خودشون، ولی حالا چرا کسی دستش رو بلند نمیکنه راجبش صحبت بکنه؟ What is your priority؟ اولویت شما چیه؟ من در زندگی چیزی که برام مهمه اول سلامت بودنم. خب که به سلامتی خودم و خانوادم، اول مال خودم بعدم خانوادم و بعدم خوشحال بودم. و خدا رو شکر فکر میکنم که همیشه مراقبش بودم. و پس وقتی که اولویت شما سلامتیه یعنی این که به خاطرش خوب میخوری، فیزیکال چکاپاتو میری، ورزش میکنی و از چیزهایی مثل شب زنده‌داری و سیگار و الکل و فلان و اینا فاصله میگیری. پس یه مدل زندگی برای خودت خلق میکنه. وقتی که این رو دارم در کنارش خوشحالی هم دارم، برای اینکه این چیزها باعث میشه که خوشحال باشم. وقتی خانوادم هم، شوهرم، بچه ها، مادرم، همه اطرافیانم هم تقریبا این همه این چیزها رو دارن، خب من دلیلی برای اینکه خوشحال نباشم ندارم. اوکی. پس بنابراین اگر بیان به شما یه کاری رو پیشنهاد کنن که ساعت ورزش تو و ساعت بودن با فامیلاتو سکریفایز بخواد بکنه ازت بگیره، شما بدون هیچ فکری میگی که ممنون نمیخوام. کما اینکه الان من سالیان سالی که کار میکنم تابستونا کار نمیکنم، حقوق نمیگیرم ولی ترجیح میدم کار نکنم. مثلا من چند ساله که به جای 8 ساعت کار بکنم 6 ساعت کار میکنم. 6 ساعت کار میکنم چون اینشورنس میگیرم. اگر 6 ساعت کار کنم، اگه بگم 5 ساعت کار کن بازم اینشورنس میگیری، 5 ساعت کار میکنم. یعنی پولش رو نمیخوام، در ازاش راحتی رو میخوام، وقت ورزش رو میخوام، وقت استراحت رو میخوام، وقت با خانوادم رو میخوام. خب دیگه کی اولویت شو میخواد شیر کنه؟ من نمیتونم بگم اولویت، ولی اون اگر شما یادتون باشه چیزایی که رو تخته نوشتی یکیشم غریزه بود. بله. من راجع به اون سوال داشتم که این غریزه خب برای من پیش اومد تو این هفته که خب یاد صحبت‌های شما بودم و در ذهن مثل این خانمی که میگن ما باهاش داریم زندگی میکنیم، اون غریزه برای من پیش اومد که اون غریزه من اذیت هم کرد. چی؟ مثلا همون غریزه مادری. خب مثلا حالا دخترم مثلا ناراحت بود، منم دیگه اون غریزه به همم ریخت، اصلا این حالم بد. خب البته که میکنه. خب همین میخواستم ببینم که اون چیزایی که اون دفعه شما رو تخته نوشتین اینا رو چجوری میشه روش کار کرد که مثلا دیگه آسیب بدنی من نبینم از ذره خودم. ها نه، شما دارید میگید که من چگونه میتونم یک بولت پروف جکت ایموشنال داشته باشم که پین عزیزانم هم منو اذیت نکنه. من نه اونو دارم نه فکر میکنم اگرم داشتم به کسی میدادم، به دلیل اینکه that's how you relate and connect with your beloved one. چرا اصلا آدم این بولت پروف رو داشته باشه؟ چون یادمون نره کنکشن و ارتباط و اون جایی که آدم هیل میشه، اون جایی که آدم هیل میشه. من تو همین کسالتی که داشتم پسرم حساس‌ترین موجود تو خانواده نزدیکمه، بالا سرم نشسته بود یکمی که درد داشتم، یهو حالا با وجودی که مرد 34 ساله است یهو چشم